با درود و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز با برنامه دیگر در رابطه با شاهپور بختیار صحبت میکنیم و از خیانتی که در سال 57 به ایران کرد و در اصل به شاه کرد و از پشت خنجر زد و ایران رو به نابودی کشاند. اخیراً هم در یک مصاحبه دختر بختیار صحبت‌هایی کرده که بسیار ناجوانمردانه از حکومت پهلوی و شاه فقید بد گفته، در حالی که در سال 57 شاه با اینکه بختیار با گروه خمینی و بازرگان و تیمی که در فرانسه بودند همکار بود، یارشون بود و جزو تیم اونها محسوب میشد، شاه اون رو گذاشت نخست وزیر. و در مصاحبه‌ای که الان براتون میذارم ببینی، دختر بختیار گفته پدرم مخالف رژیم پهلوی بود، برای اینکه رژیم قانون اساسی رو اجرا نمیکرد و بعد از جلسات جبهه ملی همیشه دو نفر ساواکی به خانه ما می آمدند و می گفتند آقای دکتر شما بازداشتید و این زندگی ما. صحبتشو می دارم گوش بدید و صحبتهای بختیار هم که از شاه بد گفته اون رو هم ببینید. بد نیست این دختر، خب معلومه که باید همین حرفها رو بزنید و پدرش در دوران شاه جزو مذهبی ها و تروریست های گروه بازرگان بودن و بختیار از نوکرهای خمینی بود و شاه فقید تنها اشتباهی که کرد و مملکت رو سپرد با آدمی مثل بختیار که جزو تیم همون تروریست های اسلامی بود و آخرش هم با سیاست حکومت رو واگذار کرد به امریکا. و خود کارتر در اصل اینو با سیاست آورد روی کار تا کشور رو به این روز حال در آورد. آمریکا انگلیس با هم الان متحد هستن، اون روز هم متحد بودن، البته اون روز چین نبود، انگلیس و امریکا در رأس بودن، فرانسه و روس و جای دیگه هم به گونه پشتیبانی کرد. و اگر اون روز در اون سال دیماه سال 57 شاه فقید رفت، اگر تیمسار خسرو داد یا تیمسار رحیمی رو حکومت رو به یکی از این دو نفر می سپرد، 100% این اتفاقات نمی افتاد. و ازهاری هم آدم بی اختیاری بود، آدم پیری بود برای اون کار. صلابت رو که این دو نفر داشتند و جونشون رو هم دادند، اگر اونها بودند وضعیت ایران اینجوری نمیشد. در اصل گوشت رو به دست گربه سپردن، یعنی بختیار، و آخرش هم همین شد. و اینکه شاه چرا حاضر شد که بختیار نخست وزیر باشه، از سر ناچاری و به عنوان آخرین حرکت اصلاحی برای جلوگیری از وقوع شورش و یا انقلاب، اگر نه هرگز تفکرات اونها و روش اونها رو شاه قبول نداشت. برای همین هم در دورانی که حکومت میکرد با اینها کنار نیامد و همیشه اینها رو و نمیگذاشت مردم رو به سوی یک کشور ناامن مثل الان ببرن. و اونها هم با شاه دشمن بودن، گرچه هیچگاه هیچ حکومتی کامل نیست و هر حکومتی در جاهایی ضعف داره و حکومت ایران در دوران شاه هم مستثنا نیست. الان هم در همه کشورها از امریکا گرفته تا فرانسه، انگلیس و همه کشورها 100% همه راضی نیستن. خب اون دوره هم بود، اما حکومتی بود که آدمهایی که کار میکردن کشور رو میچرخوندن، کشور در قدرت بود، اقتصاد در قدرت بود، هر چیزی که در دوران بود حرف اولو میزد. به هر حال هر حکومتی در جاهای ضعف داره و در جاهای قدرت داره و حکومت شاه هم مستثنا نبود. اما این رو خدمتتون بگم، همیشه میگم تاریخ بهترین قاضیه. امروز تاریخ خودش همه چیز رو داره قضاوت میکنه و مینویسه.
و باید گفت به این دختر نادان، این دختری که این حرفها رو میزنه، گفت که پدرت قدرت طلب و خیانتکار به ملت و وطنش. حالا به حرفها گوش کنید. پدرم همونطوری که همه میدونن مخالف رژیم بود، برای اینکه رژیم قانون اساسی رو اجرا نمی کرد و این موضوع برای پدر من خیلی مهم بود. تمام مدت با جبهه ملی وقتی که جلساتی داشتن که هر هفته من یادم منزل یک نفر بود، پدرم میدونست که اشکال پیدا خواهد شد و همینم میشد. بعد از مدتی دو نفر میامدن در خونه ما، خیلی مؤدب مینشستن خونه ما، چایی میخوردن، پدر منم چمدونش حاضر و میگفتن بفرمایید آقای دکتر شما بازداشت هستیم. این مرتب زندگی ما بود. بنده نمیخواهم که دیگران سوء استفاده بکنن که بگویند ما یه بهشتی داشتیم و خمینی به جهنم تبدیل کرد. نه، انصاف را آدم باید همیشه مراعات بکنه. حالا بعضیا میگویند که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما داشتیم چنین میشدیم، اینها هم از اباطیل به نظر بنده. و اغلب اشخاصی که ایران میگویند یا نادانند یا خودشون در اون موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت ما داشتند. و اگر که اون رژیم اون زیاده روی ها را نمی کرد، کسی زیاد گوش به حرف خمینی نمی داد و این فتنه شاید برپا نمی شد. و دلیل اصلی گناه اون رژیم این بود که مردم ایران را به حساب نمی آورد. شنیدی؟ وقتی آدم می شنوی واقعا احساس ناراحتی می کنه. بختیار خودش دشمن ایران بود و دقیقا آمدنش اشتباه بود. از اولش هم شاهنشاه باید به جای اسحاری خسروداد و یا تیمسار رحیمی رو میگو. شرایط نابسامانی بود برای کشور. یک مقام نظامی نخست وزیر اگر شد و به این دختر، یعنی دختر بختیار که الان مخالف شاه هست، اون موقع هم پدرش مخالف بود و در اصل در همون دوران نخست وزیری که سال 57 بودم مخالف، و به این دلیل بود که چشم بینا نداشت و نمیدید که شاه داره کشور رو از ریشه محکم میکنه و این حرفا رو وگرنه نمیزن. آیا کسی رو سراغ داشت که ایران رو به جایگاه والا و مترقی ببره؟ پدر این دختر حالا بشینه این حرفا رو در سال 98 انگار این مصاحبه رو گفته. و اگر بختیار هم ادامه میداد همون کاری رو میکرد که خمینی کرد. آش دهنسوزی نبود. در حالی که در دوران شاه خمینی، بختیار، همه کسانی که جزء جبهه ملی بودند جرأت نداشتند بخواهند ایران رو به نابودی برسند. و شما همه دیدید که وقتی که خمینی آمد سر کار چگونه همه کسانی که اون رو به قدرت رساندند همه رو نابود کرد. از رجوی گرفته که گروه مجاهدین بود طرفدارش بودن، اونها رو نابود کرد. بازرگان رو به همین شکل، بختیار رو که بعد در فرانسه کش، و تمام کسانی که اطرافش بودن از یزدی و قطب‌زاده و همه کسانی که شما میشناسید و میدونید اونها رو قلقم کرد و بلایی سرشون آورد. کاری کرد که شاه حتی اونها رو زندان که میکرد و آزاد که میشدن همه امکانات رو بهرمند میشدن. نه ممنوع کار میشدن، نه جلوی کارشون گرفته میشد، نه به زن و بچهشون کار داشتن. اون قدرت رضا شاه و قدرت محمد رضا شاه رو میرسوند. ولی خمینی آمد همه رو قلقم کرد، به حسابی مردم رو در بند و زنجیر گذاشت. شاه چگونه به ایران خدمت کرد و چگونه اینها خیانت به ایران. با هیچ صحبتی و دلیلی قابل توجیه نیست که آقای بختیار آمده و این حرف ها رو زده. در از دو دستی و دستی دستی مملکت رو تحویل خمینی داد و سرنگونی برای حکومت شاه مظلوم رو رقم زد و به ایرانیان لطمه زد، به ایران لطمه زد. اگر شاه خودش بود، اگر تیمسار رحیمی اومده بود یا خسروداد، شاه باز میگشت و خود شاه هم میدونست که نارضایتی هست و کشور رو از اون سرنگونی
که الان اتفاق افتاده جلوگیری میکرد و این حکومت ولایت فقیه کثیف و بسیار نفرت انگیز نصیب ایران نمیشد. در عرض جوابی که من به دختر این مرد مزدور یعنی بختیار میدم، میگم که پدر تو از نادانی و حماقت و مذهبی بودن مملکت رو به این روز انداخت. وقتی فهمید چه غلطی کرده که خیلی دیر بود و آخرش همون رو کشتن. و الان هم که در همون سالی که این حرفا رو زده که سال 98 باید باشه، چون تاریخ زیر ویدیو 1998 و این حرف ها رو زده، حرف مفت بوده و در اصل داشته خودش رو میخواسته تبرئه کنه. حالا شما دوستانی که این صحبت ها رو شنیدید و صحبت هایی هم که من گفتم، اگر پیشنهاد، نظر و جوابیه‌ای دارید به دختر این بختیار بدهید، بسیار خوبه که جوابش رو از مردم ایران بشنوید. لطفاً شیر کنید، کامنت بذارید و نظرات رو بفرمایید. تا برنامه دیگر، بدرود.